شنونده های عزیز سلام، به خبرهای ساعت 9:01 خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از مرکز ولایت ها به ولسوالی ها را از دیروز آغاز کرده است. این نهاد تاکید می کند که این کار بر بنیاد برنامه از پیش تعیین شده به پیش می رود. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از آغاز برنامه های آگاهی دهی دور دوم انتخابات خبر دادند. اگر در برگزاری انتخابات مشکل پیش آید، مسئولیت آن بر دوش کمیسیون های انتخاباتی خواهد بود. مجلس نمایندگان از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد که به گونه درست روند انتخابات را مدیریت کرده و نگذارند مشکلات انتخابات گذشته بار دیگر تکرار شود. در این حال برخی از اعضای مجلس هشدار می دهند که شبکه استخبارات پاکستان در تلاش برهم زدن دور دوم انتخابات است. اداره استخبارات مرکزی امریکا تماس‌های تلفنی را در افغانستان ثبت و شنود می‌کند. یافته‌های ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که اداره برای مدت دراز تمام تماس‌های داخلی و خارجی را در افغانستان بررسی و پس از آن ثبت می‌کرده است. اما آگاهان در کابل می‌گویند این کار استخبارات واشنگتن نقض آشکار قانون اساسی کشور است. وزارت مخابرات این خبر را نه رد می‌کند و نه هم تایید. بنیاد تازه‌ترین یافته‌های ایکس نامگذاری شده است. گفتگوهایی که برای مدت دراز و بدور از چشم رسانه‌ها ثبت و شنود می‌شود. این کار سازمان سی‌آی‌ای اما برای محافظت از جان نیروهای آمریکایی در افغانستان از دید رسانه‌ها پنهان نگه داشته شده بود. در گزارش ویکی‌لیکس آمده است تمام مکالمات تلفنی که به داخل افغانستان و یا به کشورهای دیگر از داخل افغانستان صورت می‌گیرد از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا بررسی می‌شود. با باور آگاهان این کار نقض قانون اساسی کشور است و حکومت باید جلوی این کار استخبارات آمریکا را بگیرد. وقتی نقض صریح قانون اساسی افغانستان است، آشکار است که در حقیقت نقض منافع ملی افغانستان است. هر گونه تجاوز از نظر کلی به حقوق شهروندی افغانستان میتونه نقض منافع ملی افغانستان باشد. البته این بهانه ها که ایر پنهانکاری کردن به خاطر که حملات بالای جان سربازای خارجی و اتباع خارجی در افغانستان صورت نگیره، ما ایر معجزه نمیدونم. وزارت مخابرات اما میگوید امکان دارد تماس‌های تلفنی شهروندان افغانستان از سوی استخبارات آمریکا شنیده شده باشد، اما هیچ ثبوتی در این باره در دست ندارند. که چهره په دو برخه کې مونږ د ثبوت پیدا کو چې ګواکې د امریکا د استخبارات او اداره د افغانانو تلفنی مکالمه اوري یا د افغان مقامات تلفنی مکالمه اوري، پوغو وقت که به مخابرات و معلومات تکنولوژی وزارت جدی خبرگون خیلی او مونگ به ملی امنیت لشورات سخه غورو چی ده دوار هیوادونو په دیپلوماتیک کاری که لسر غور وکری. سه ماه پیش نیز امریکا بیش از 22 میلیون تماس‌های تلفنی شهروندان افغانستان را شنیده بود. در این گزارش نیز گفته شده است که امریکا افزون بر افغانستان تماس‌های تلفنی کشورهای مکزیکو، کنیا و فیلیپین را نیز بررسی می‌کرده است. چهار تن از اعضای تیم ملی فوتبال کشور در یک رویداد ترافیکی زخمی شدند. این بازیکنان با یک موتر مسافربری از مسابقه دیروزشان در برابر لوز به اقامتگاهشان در مالدیو برمیگشتند که دچار حادثه ترافیکی شدند. در این رویداد اسلام الدین حمیری، مصطفی آزادزوی، فیصل سخیزاد و آرش عاطفی زخم برداشتند. مسئولان وضعیت صحی زخمی های این رویداد را خوب توصیف کرده است. و پس از تیراندازی دو مهاجم در موزیم یهودی ها در بلژیم که دست کم 3 کشته بر جا گذاشت، تدابیر شدید امنیتی در اطراف مراکز یهودیان گرفته شده است. در نتیجه این حمله که روز گذشته به موزیم یهودی ها در بروکسل رخ داد، یک تن دیگر زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خبرنامه این حمله را به شدت محکوم کرده و آن را نتیجه دشمنی های بی پایان با یهودیان و اسرائیل گفته است. از همراهیتان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدار.